سلام و سلام و سلام، اومدیم با یه ویدیو دیگه برای ساز جذاب سازدنی و از نوع ترمولوی اون. امروز میخوایم در مورد چسب زدن روی سازدنی به خاطر اینکه لبهامون بتونه راحت‌تر نوت‌ها رو پیدا بکنه صحبت بکنیم. پس این ویدیو رو لطفاً تا آخر ببینید، لایک و سیو و شیر و کامنت لطفاً یادتون نره و حتما سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیوهای بعدی، یعنی ویدیوهای آموزشی بعدی که میذاریم براتون بیاد. همونطور که تا اینجا توضیح دادیم، سازدهنی ما سازدهنی 48 سوراخ ترمولو هست، یعنی سازدهنی که دو تا ردیف 24 تایی روی همدیگه داره و شما این دو تا ردیف رو وقتی با همدیگه بخواییم بزنید صدای ترمولو رو از خودش ایجاد میکنه. و همونطور که گفتیم صدای ترمولو چه صداییه؟ صدایی هست که شما لبتون رو جوری قرار میدید که دو تا از این سوراخ ها رو به صورت عمودی، یعنی به شکل بالا و پایین، با همدیگه میزنید. چون عملا این 24 تا سوراخ پایین و این 24 تا سوراخ بالا همشون با همدیگه یکسان هستن به صورت عمودی، یعنی این سوراخ بالا هر چی که باشه سوراخ پایین هم همونه. در مورد بم و زیر هم صحبت کردیم، گفتیم این ساز یا هر ساز دیگه یک سلی داره، یک تهی داره که ما سر و ته این ساز رو با فوت و مکش یا فوت کردن در دوتا قسمت ساز متوجه میشیم. هر قسمتی که صدای بمتری داشت، یعنی میشه سر ساز ما، و هر قسمتی که صدای زیرتری داشت، یعنی میشه انتهای ساز ما، که ما اون قسمتی که بم هست رو سمت چپ قرار میگیریم، یعنی سر سازدهنی دیاتونیک 48 سوراخ قسمت بم اون هست که سمت چپ قرار میگیره. البته در خود سازدهنی ها توی این قسمت اینجاش حالا ممکنه یه ذره رفته باشه و مشخص نباشه، یه حرف سی میذارن، اینم میتونه مشخص بکنه که این قسمتی که این حرف سی رو گذاشتن که نشون دهنده نوت دو هست و ما توی قسمت حروف لاتین یا نامگذاری الفبایی توی قسمت درس تئوری کامل اینا رو توضیح دادیم که این سی یعنی چی. یعنی میگه این سازدهنی گامش در گام دو ماژور هست. خب این سازدهنی رو ما میتونیم از روی اینم تشخیص بدیم که این برای که نوشته داره به قول معروف سمت چپ سازه و همون سر ساز ما میشه. البته این مشکلی که داره این نوشته بعد از یه مدت پاک میشه و شما نمیتونید اینو ملاک قرار بدین. بهتر همونه که سر سازتون رو با صدای بمی که داره بشناسیم، یعنی قسمت بم ساز ما میشه سر ساز ما که سمت چپ قرار میگیره. بعدش توی جلسه قبل در مورد فوت و مکش صحبت کردیم. همونطور که گفتیم سوراخ‌های سازدهنی ما که 24 تا هستن، از سوراخ شماره 1 یعنی سوراخ‌های فرد ما فوت میشن و سوراخ‌های زوجمون مکش، که سوراخ شماره 1مون که فوت بشه دومون میشه مکش، سومون فوته، چهارمون مکشه و به همین شکل میره جلو دونه دونه. یعنی شما اگر سوراخ‌های سازدهنی ترمولوتون رو بزنید و صدای فوت بده، دیگه مکش توی اون سوراخ به وجود نمیاد، یعنی هر کدوم از سوراخ‌های ما یا صدای مکشی دارن یا صدای فوتی، که این فوت و مکش رو شما به ترتیب میتونید از سمت سر ساز که همون قسمت بمش بود شروع بکنید، 1 2 3 4 و الی آخره. خب گفتیم که یعنی میخوایم بیایم سر بحث امروزمون که همونطور که از کاور این ویدیو مشخصه بحث چسب زدن در سازدهنی است. شاید خیلی از شما براتون سوال پیش بیاد که چرا ما باید روی سازدهنیمون چسب بزنیم؟ نه، اولا که ما روی سازدهنیمون چسب نمیزنیم. مسئله که وجود داره اینه که شما میای زیر صفحه سازدهنی، یعنی اون صفحه که روی لب پایینی شما قرار میگیره، یک سری چسب نواری میزنید که در ابتدای کار مجبور نباشید همش اینو وردارین و نگاه بکنید و گیجتون کنه که این سوراخ ها کجا هم. خب شاید در ابتدای کار دیدن این سوراخ های زر ترسناک باشه وقتی میبینیم ما که من چجوری باید اینا رو مثلا حفظ بکنم، ولی ما میایم یه تعدادی از این سوراخ ها رو که به قول معروف بهشون میگیم 7 نوت منظم از سوراخ شماره 8 تا 14 هستن، اونا رو حفظ میکنیم و بعد دونه دونه نوت ها رو بهش اضافه میکنیم. حالا برای اینکه این 7 تا دونه نوت منظم رو شما بتونید حفظ بکنید و یاد بگیرید، در ابتدا کاری که باید بکنید همین چسب زدنه، یعنی صفحه زیری رو چسب میزنید و به این وسیله لب پایین شما احساس میکنه این چسب ها رو و متوجه میشه که هر کدوم از سوراخ ها چی هستن و کجا هستن و چه نامی میگیرن. حالا چطور باید این کارو بکنیم و چرا اصلا به چسب میزنیم؟
ببینید ما چسب ها رو اصولا روی سوراخ های فردمون میزنیم، فکر کنم با این حرفم قشنگ متوجه شدین، چون همونطور که گفتیم سوراخ های فرد ما فوتن و سوراخ های زوجمون مکش. یعنی شما سوراخ، مثلا اگه سوراخ شماره 5 تون رو بخواید بزنید طبیعتا باید با فوت بزنید چون نوت مکشی هست، بعد 6 تون رو مثلا باید حتما با مکش بزنید. حالا ما چیکار میکنیم؟ میایم سوراخ های 5 7 9 11 13 و 15 اون رو زیرش رو چسب میزنیم. اگر دقت کنید میبینید همه این سوراخ ها سوراخ های فوتی هستن، یعنی سوراخ شماره 5 7 9 چون فرد هستن و با فوت به صدا در میاد. پس شما میاد این نوت ها رو چسب میزنید که لبتون وقتی به این چسب ها خورد متوجه میشه خب اینی که چسب داره فوتیه، این بغلیش هم که چسب داره فوتیه، وسطیش که چسب نداره مکشه. اینو حالا یکی دو بار که با سازتون امتحان بکنید خودتون متوجه بشید. خب برای زدن چسب ها ما باید چی کار بکنیم؟ ببینید یه همچین چیزی که من الان اینجا قرار دادم و اگه دقت کنید مثلا به اندازه خود سوراخ، یعنی به اندازه خود سوراخ یه چسب نواری بریدم و زدم روی صفحه زیری سازدهنی. این مسئله خیلی مهمه بچه ها، اینو حواستون باشه که چسب رو اشتباه نزنید. از چه لحاظ؟ چون بعضی وقت دیده میشه بچه‌ها این چسب رو اشتباه رو میزنن. حالا روزی رو از کجا باید مشخص کنیم؟ از همون فوتومکشی که بهتون گفتم. یعنی شما میای سر ساز رو اول پیدا میکنی، یعنی الان مثلا این سر ساز باشه، روی صفحه زیریش چسب میزنید. حواستون باشه روی صفحه رویی نزنید. یعنی مثلا میاد سر ساز رو فوت میکنید، میبینید صدای بم داره، این صفحه زیرش میشه. یعنی این زیر باید چسب بخوره چون لبه زیری شما باید به این چسب برخورد بکنه. برای اینکه چسب ها یک حالت بهتری داشته باشن و شما بتونید ازشون راحت تر استفاده کنید و راحت تر متوجهش بشین، یه پیشنهاد دارم. پیشنهادم هم اینه که شما دو لایه سه لایه چسب مثلا نواری رو، همین چسب معمولی نواری رو اینقدر مثلا دو سه لایه روی هم بذارید، بعد با کاتر یا قیچی ببرید که اون چسبه ذره قطرش بیشتر باشه، یعنی یه لایه نباشه، بعد اونو به اندازه همین ببرید و اینجا بزنید. و این مسئله چسب زدن واقعیتش مالی یکی دو ماه اول، بعد که یه ذره میرید جلوتر خود چسبا دیگه میفتن، شما اصلا احتیاجی بهشون نخواهید داشت چون گوشتون یاد میگیره چطور بزنید. ولی تو روزهای ابتدایی این قضیه خیلی میتونه بهتون کمک کنه. پس گفتیم چسب و اندازه خود سوراخ میبریم و میچسبونیم به شکل نواری اینجا. حالا رو چه سوراخ هایی باید بچسبونیم؟ سوراخ هایی که فرد هستن و این شماره هایی که بهتون میگم 5 7 9 11 13 و 15، اینا خیلی مهمه. ما فعلا از سوراخ شماره 8 تا 14 رو کار داریم توی حالا جلسه های بعدی که شکل دستگیری رو بهتون میگم و بعد میریم روی یادگیری همین نوت هایی که یاد گرفتیم روی سازدهنیمون که بفهمیم کجاست و چند تا تمرین خیلی ساده میزنیم که راه بیفتیم توی سازدهنیمون و بعد حالا درس های بعدی رو انشاءالله بهتون میدیم. خب ما گفتیم روی نوت های روی سوراخ های فرد ما از 8 تا 14 رو فعلا باش کار داریم، توی جلسه بعد بهتون میگم چی داستان، توی یکی دو جلسه بعد. یکی از یه سری از بچه‌ها میان کامنت میذارن که چرا مثلا اون چیزی که میگین تو جلسه بعد میگم و نمیگین. ببینید بچه‌ها این درس ها خیلی فراله، من همینجوری که دارم با میرم جلو با شما دارم میرم جلو، یهو یادم میاد ای فلان مطلبو نگفتم، فلان مطلبو مثلا باید اضافه بکنم برای راهنمایی بیشتر شما. پس دلیلش این نیست که مثلا من چیزی رو یادم رفته. توی روند درس دادن مثلا میگم خب هفته بعد مثلا بیام در مورد دستگیری ساز صحبت بکنم مثلا، خب این میبینم که خب بعد از این بحثی که الان گفتم دستگیری میتونه کمک بکنه، بعدش مثلا بیا اون نوت های منظم رو بگم، بعدش بیا اینجوری پله پله باید اینا رو ببریم جلو. برمیگردیم سراغ چسب زدن. پس گفتیم چسب با دو سه لایه رو هم دیگه میزنید، با کاتر یا مثلا قیچی چیزی میبرین و میزنید قسمت زیری ساز. بازم تکرار میکنم رو رو اشتباه نزنید. اندازه چسب ها هم باید اندازه خود سوراخ ها باشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ شما دو تا دونه لب دارید، یه لب بالا یه لب پایین. لب بالا که میاد روی سطح این درپوش یا چیز بالایی سازدهنی قرار میگیره، یعنی حالت سیف میکنه این پلیت هایی که این داخل هستن، رد پلیت هایی که این داخل هستن، اونا رو امن میکنه این دو تا صفحه. خب ما لبمون یه ذره روی این صفحه قرار میگیره، یه ذره روی این صفحه. توی جلسات بعدی
در مورد پاکر هم براتون صحبت میکنم، یعنی نحوه لب گذاری که اون خیلی بهتون کمک میکنه متوجه میشین لبتون کجا باید قرار بگیره. خب وقتی اینو به این صورت گرفتین، فرض کنید این لب پایینی شما، سطح این روی لب پایین شما به این چسبا برخورد میکنه. وقتی لبتون به این چسبا برخورد میکنه، خب چسبا رو دارین حس میکنین دیگه. از طرفی هم میدونید که چسبا روی نوت‌های فوتی خورده، یعنی نوت‌های فرد. به خاطر همون سوراخ شماره، مثلا لبتون مثلا روی چسب سوراخ شماره 7 هست، اون رو فوت میکنید. چسب بعدی میشه سوراخ شماره 9، چون گفتیم یکی در میون میذاریم دیگه. چسب بعدی میشه سوراخ شماره 9 و اون رو هم فوت میکنیم. چسب وسطی که یعنی هیچ چسب نداره، مثلا اگر این 7 باشه، این 8 باشه، این 9، گفتیم فردا رو زدیم دیگه، 7 و 9 رو چسب زدیم. لبمون زیرش میچسبه به این، یعنی میخوره به این چسب ها و متوجه میشیم که این فرد فوته، این فرد فوته، این چون چسب نداره زوجه و مکشه، چون همونطور که گفتیم نوت های فرد فوت هستن، نوت های زوج مکش هستن. یه مروری بکنیم. اولا که داستان چسب زدن توی سازدرنی اصلا قضیه سختی نیست، فقط شما یه سری چسب های نواری باید بچسبونین روی سوراخ های. دوباره تکرار میکنم، 5 و 7 و 9 و 11 و 13 و 15، دقت کنید بالاتر پایین ترش دیگه نمیخواد، 5 7 9 11 13 و 15. وقتی این چسبا رو چسبوندین توی پیدا کردن نوت ها دیگه کمتر به مشکل برمیخورید و خیلی راحت تر میتونید نوت ها رو پیدا بکنید. بحث کلی ما این بود. توی جلسه بعدی ایشالا میریم در مورد دست گرفتن سازدنی با تون صحبت میکنیم و در جلسات بعد ایشالا میریم سراغ پاکر، یعنی نحوه لب گذاری، چون لب توی سازدنی خیلی مهمه، یکی از مهمترین عضواست که شما لبتون روی سازدنی به چه شکلی قرار بگیره و ایشالا دیگه دونه دونه مسائل رو با هم دیگه میبریم جلو. امیدوارم که این ویدیو بتونه بهتون کمک بکنه برای یادگیری این ساز، که هم خیلی ارزونتر نسبت به سازهای سازدهنی دیگه، هم خیلی جذابتر و خیلی ساده تر عوض میشه، راحت هم یادش گرفت و اینکه بتونه ویدیوها بهتون کمک بکنه برای یادگیری. شما دارم جیبتون همیشه پر پول باشه، حالتون خوب باشه. لطفا لایک و سیو شیر کامنت کنید و اون سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیوهای آموزشی بعدی که میذاریم براتون بیاد. موفق باشید.